خیلی جالب است در دنیای سیاست معمولا کسای وارد عرصه سیاست میشن یا شدن که ابتدا کار خود با رسانه ها آغاز کردن، در حقیقت خود را نشان دادن و افراد اونا را شناسایی کردن و انتخاب کردن. من هم جز کسایی بودم که شاید چیز در حدود 14 سال قبل وقتی که در رسانه ها من کار میکردم و حاضر میشدم، در یکی از ملاقات هایی که با رئیس جمهور پیشین افغانستان آقای اشرف غنی داشتم و یک تعداد از جوان ها و فرهنگی ها به ملاقاتشان رفته بودیم، خیلی جالب بود. من دم آخر لین استاد بودم، همونطور که یکی یکی احوال پرسی میکردیم، در نوبت ما که رسید بسیارم تو آغوش را باز کرد و گفت کاظمی صاحب، من دنبال شما میگشتم و ای که شما را امروز من میبینم بسیار خوشحال هستم. و بعد از اینکه خب نان چاشت نزدیک بود، ما اجازه خواستیم که رخصت شویم. خیلی جالب بود برای من، گفتن که در خانه افغانها وقتی که نزدیک نان چاشت میبرایین یا نزدیک نان شام میبرایین، در حقیقت به احترامی میکنین به اونا. بله. شما باید باشین و نان چاشت را امرای ما مهمان ما باشین و نوش جان بکنین. خب همون بود که ما نشستیم، اما مرا تنها خواستن امرای خودشان که ما شما هم صحبت میکنیم و هم نان میخوریم. بعد از اینکه خب نان خورده شد و همزمان که صحبت میکردیم، گفتن که ما میخواییم که شما با ما هم کار باشید. و صادقانه من برشان گفتم جناب دکتر صاحب، ما کار سیاسی نکردیم و سیاست را هیچ نمیفهمم. ما در عرصه‌های فرهنگی بودیم، در عرصه‌های اجتماعی بودیم، در عرصه‌های ادبی کار کردیم و عرصه‌های رسانه‌ای کار کردیم. ما سیاست چیزی نمی‌دانم. گفتن شما بیاین، ما به شما ضرورت داریم و در کنار ما با ما هم کار باشین. بحث پروسه انتقال پیش آمد. این زمانی را کتابی که من میگم زمانی بود که هنوز یک دوره از حضور آقای حامد کرزی باقی مانده بود. اونا یک دوره دیگه هم باید میتونستن کاندیدا باشن و نامزد بودن یا به عبارتی نامزد بودن کاندیداتوری، و در او برنامه، در او رقابت اونا کامیاب شدن و آقای اشرف غنی مدتی را بیکار بود تا اینکه بحث پروسه انتقال ترانزیشن کوردینیشن کمیشن که باز هم ما بحث مشاور مطبوعاتیشان و سخنگوی دفتر تی سی سی بودم که همراهشان کار میکردم و سفرهای خیلی زیادی داشتم. شما با دکتر صاحب اشرف غنی ارتباط نزدیک داشتین؟ حالا که شما رو مردم میبینن و شما سخنگوی هم بودین، ارتباط هم داشتین، اینکن گپا کاد دلشان میگردن، حتما سوال پرسان خوب میکنن از شما. چقدر با سیاست های جناب دکتر صاحب اشرف غنی موافق بودین؟ من میخوایم صادقانه ای را عنوان بکنم، جدای از این که خب حالا بحث و نظام ما نظام امارت اسلامی هست و نظام گذشته جمهوریت بود، اما خوبی ها نباید فراموش شود. بلکل. انسان ها نباید فراموش شود. بدی ها و قضاوت ها را میگذاریم به عهده تاریخ. تاریخ در مورد افراد قضاوت خواهند کرد. مسیح و یک ولایت را با آقای اشرف غنی سفر کردیم و با خیلی از خوی و خواص و خاصیت‌هاش از نزدیک آشنا بودم، چون رابطه خیلی نزدیک و تنگاتنگ داشتیم. به عبارتی در یک بخش‌های ما زبانشان بودم، در یک بخش‌های ما قلمشان بودم، به همین خاطر در نزدیک‌ترین برنامه‌ها ما همراهشان حضور داشتم. با تمام از اینا ایشان را من آدم صادقی یافتم. دلیلش که ادامه دادم کار خود را و همکاری خود را صداقت ایشان بود و شعارهایی را که مطرح میکرد. اما ای که در فرجام چه اتفاقی افتاد، چه شد، ای را تاریخ قضاوت میکنه. اما من خیلی گاهی ناراحت میشم از دوستانی که مرا قضاوت میکنن به نام اشرف غنی، مرا قضاوت نمیکنن به نام کاظمی. کاظمی به عنوان یک کارمند در نظام گذشته کار کرده،
اما برای نظام کار کرده، برای فرد کار نکرده. ولی وقتی که برخی از دوستان احساساتی خود را میبینم و بعضی از کامنت هایی را که میخوانم، متاسفانه دشنام و حرف های بسیار بد و رکیکی که گویا باعث و بانی سقوط نظام جمهوریت ما بودیم و تمام پیسه جمهوریت را مخوردیم، در حالی که اینمی لحظه صاحب خانه ما اگر برنامه را میبینه میدانه که من 9 ماه توانایی پرداخت کرای خانه خود را نداشتیم. پیشترم ما براتان گفتم 7 ماه ماشی که حق ما بوده حتی ما دریافت نکردیم. پس لطفاً همه را به یک چوب نرانند و همه را به یک چشم نبینند و اوضاع را نادیده و شخصیت را ناشناخته لطفاً موزه را هم از به عبارتی به پای نکنند، آب را ندیده. ما افرادی هستیم صادقانه کار کردیم و حالا اگر فرصتی باشه و امارت اسلامی بخواهد که افراد متخصص را، افراد وطن دوست را و مردم دوست را و صادق را بپذیرند، ما حاضر هستیم که با نظام خود کار بکنیم بشه. و صادقانه بشه. هم کار بکنیم.